اینه که به یاری خداوند حرکت قابل تقدیر برای مبارزه با مفاسد سیاسی شتاب بیشتری پیدا کرده، گرچه معتقدم باز هم بیشتر متوجه مفسدان هستند تا جستجوی ریشه های فساد و ریشه هایی که به فساد و به تولید مفسد می انجامد، ولی در این حال حرکت خوبی انجام شده. امیدوارم که در عرصه سیاسی و عرصه های فکری نیز ما شاهد یک تحول خوبی باشیم. همان جور که وعده داده شد، تفکیک اتهامات سیاسی و مطبوعاتی و رسانه‌ای از اتهامات امنیتی و جرم‌های دیگر و معامله با اونها طبق قانون اساسی با شرایط و لوازمی که متناسب با فعالیت سیاسی هست. و امیدوارم که در تلیعه سال نو تحصیلی شاهد این باشیم که فعالان صنفی ما، از معلمان، از کارگران، از دانشگاهیان و دانشجویان که گرفتار هستند، و همچنین استادان و عمدتاً دانشجویانی که دچار محدودیت و محرومیت شدند و گرفتار شدند، و نیز فعالان سیاسی که واقعاً به خاطر بیانشون، به خاطر فعالیت سیاسیشون مورد محدودیت قرار گرفتن، شاهد آزادی اونها و رفع محدودیت های اونها و ایجاد فضای امن و آزاد در دانشگاه هامون باشیم. و وقتی ما امن و آزادی رو ایجاد کردیم، طبعا از خود دانشجویان و استادان و کادرها مسئولیت را هم بخواهیم و خود اونها بیشتر و بهتر میتوانند مسئولیت های خودشون رو انجام بدن و مساله کشور رو در نظر بگیرند.